قسمت دیگه برنامه دنیا فرانچایز ها خوش اومدید. برای دوستانی که تازه به جمع ما ملحق شدن شاید بعد نباشه توضیحی بدم از اینکه در برنامه دنیا فرانچایز ها هدف ما این هستش که با بررسی فرانچایز ها که نمونه های موفقی از بیزنس های کوچیک هستن بیایم و یاد بگیریم که در یک بیزنس کوچیک برای موفقیتش چه چیزهایی لازم هستش و چه مواردی واقعا باید در نظر گرفته بشه شاید همیشه یکی از بهترین روش های یادگیری این بوده که بیزنس هایی که موفق هستن رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه مواردی در اونها لحاظ شده تا حالا در بیزنس خودمون همون موارد رو لحاظ بکنیم یا به اصطلاح یه سری خط و خطوطی بگیریم که بتونه باعث بشه شانس موفقیت بیزنسمون افزایش پیدا کنه یه دلیل دیگه هم که آشنایی هستش با کلا فرانچایز های موفقی که وجود دارن برای دوستانی که به حال خرید یه فرانچایز رو برای ورود به دنیای صاحب بیزنس شدن انتخاب میکنن توی یکی دو قسمت اول یه مقدار شما رو با مفهوم خود فرانچایز و یه سری واجه هایی که برای این دنیا مورد نیاز هست آشنا کردن و بعد هم با هم دیگه دیدار یکی از معروفترین و بزرگترین فرانچایز هایی که در زمینه ماست یخی در دنیا وجود داره رفتیم و از نزدیک با صحبت کردن با فرانچایزی که در اون وجود داشت سعی کردیم بررسی کنیم ببینیم که به صورت جزئی به جزئی چه بررسی چه کمک هایی از طرف اون فرانچایزور شده تا این بیزنس رو بتونن به صورت موفق راه اندازی بکنن و الان الان هم چه پشتیبانی هایی دارن میگیرن که به هر حال که اون پول رویالتی رو به فرانچایزور پرداخت بکنن حالا در قسمت آینده میخوام شما رو به دیدار یکی از فرانچایز های موفقی که در زمینه رستوران وجود داره ببرم اما همین مسئله باعث شد که احساس کنم که شاید لازم باشه قبل از اینکه به اون مبحث برسم یه مقداری باید براتون توضیح بدم راجع به انواع بیزنس های رستورانی که هستن خیلی وقتا دوستانی که با ما تماس میگیرن تنها چیزی که سراغش رو میگیرن بیزنس های فست فود هست ولی خوب هستش بدونید که به غیر از فست ها گروه های دیگه ای از بیزنس هم هستن که خب در مواردی میتونه سرمایه گذاری در آنها حتی جذابتر هم باشه به حال این موضوعی هستش که امروز دوست دارم بهش بپردازم به اما قبل از اینکه وارد اون موضوع بشم باز یه مفهوم دیگه هستش که دوست دارم حتما باهاش آشنا بشین به این دلیلی که دلم میخواد در همه مباحثی که از این به بعد با همدیگه جلو میریم و میبینیم رد این مفهوم هم رو بگیر به خاطر اینکه میتونه خیلی کمک کنه برای موفق شدن در بیزنس و اون مفهوم هم مفهومی هست به نام شاید بشه گفت استراتژی یا شاید بشه گفت تمرکز اگه بخوایم یه مقدار ساده تر بگیم حالا میگم این لغت هم از کجا آوردم تو دوره ام بی که افتخار اینو داشتم در دانشگاه سنتی شریف خدمت آقای دکتر آراستی این درس رو بگذرونم درسی به نام استراتژی رو آقای دکتر هر جلسه به ما اینو یادآوری میکردن که استراتژی به معنی تمرکز هستش خب درسای MBA ام و کلا بچههایی که ام بی ای خیلی وقتها روی کردش بیزنس های بزرگ هستش و در فضای سازمان های بزرگ دنبال استفاده از این مفاهیم هستن ولی من دوست دارم که این مفهوم رو در فضای دنیای در فضای بیزنس های کوچیک هم باهاش آشنا بشیم و ببینیم که چقدر مورد استفاده قرار می بگیره. و حالا داستان این استراتژی یا تمرکز چی هستش داستان این هستش که وقتی که ما یک بیزنسی رو میخوایم طراحی بکنیم و تصمیم بگیریم راجع به ارکان مختلف اون همیشه باید دقت کنیم که تمام کارهایی که ما تو اون بیزنس میکنیم باید به نحوی حول یک هدف خاصی تمرکز داشته باشه مثلا فرض کنی اگر که من یک رستورانی رو میزنم که تو این رستوران هدف من این هستش که به مشتریایی که قیمت براشون خیلی مهمه سرویس بدم و اون مشتریا واقعا به این دلیل به رستوران من میام که من میتونم یه غذایی با قیمت کم بهشون بدم حالا نه اینکه پارامترهای دیگه وجود نداشته باشه مثلا آشغال به قیمت کم نمیدم ولی در مقایسه با اینکه حالا کیفیت براشون خیلی مهم باشه قیمت اثر مهمتری در تصمیم داره خب حالا برای این دست از مشتریان من خیلی با حواسم باشه که پولی که در بیزنسم خرج میکنم بیشترین ارزش رو برای اونها به وجود بیاره یعنی چی؟ مثلا فرض کنید خب اینکه غذایی که من میدم برای یه کسی در یه بسته بندی قشنگی باشه خب همیشه برای مشتریان میتونه جذاب باشه اما برای مشتری که قیمت براش خیلی مهمه واقعا دیدن اون جعبه قشنگ چقدر میتونه ارزش داشته باشه در مقایسه با قیمت و این مسئله هستش که باعث میشه من فکر کنم آیا اصلا میصرفه که من یک پولی رو خرج کنم که اون جعبه قشنگ رو طراحی کنم و داخل مغازم بیارم که به عنوان بستمندی غذای من استفاده بشه چون به هر حال پول این جعبه کجا میره یا اینکه من باید رو قیمت غذا بکشم یا اینکه باید از سودم کم بکنم بنابراین گرفتن این تصمیم لازمش اینه که من اون تصمیم استراتژیک رو گرفته باشم استراتژی بیزنسم مشخص باشه که من میخوام به آدم هایی غذا بفروشم که قیمت برشون خیلی مهمه و این باعث بشه که من تصمیم بگیرم که نه این جعبه واقعا سرمایه گذاری کردن روش میتونه تصمیم درستی نباشه یا به سال دیگه براتون میزنم ممکنه من یه رستورانی داشته باشم در یک ناحیه شهر واقع شده باشه که آدم ها لحاظ مالی خب وضع خیلی خوبی دارن اونقدر قیمت غذا در تصمیم گیریشون اثر خیلی زیادی نداره ولی در عوض خیلی براشون مهم باشه که غذایی که در رستوران من مصرف میکنن کیفیت خیلی خوبی داشته باشه خب حالا اگر در یه چنین رستورانی من بیام به خاطر اینکه قیمت غذام رو کمتر بکنم از گوشتی با کیفیت پایین تر استفاده بکنم آیا به نظر شما این تصمیم تصمیم درستیه؟ فکر میکنم خیلی واضح مثال رو زدم البته موقعی که وارد عمل میشیم شاید به این وضوع همه چی وجود نداره یعنی اینجوری نیست که بگیم برای این دسته مشتری فقط این پارامتر وجود داره برای اون یکی فقط این پارامتر وجود داره در عمل خیلی پیچیده تره و این پارامترها میزان اهمیتش متفاوته و واقعا یه دانش هستش که بخوایم تصمیم بگیریم چه مقدار سرمایه گذاری رو چه جنبه ای از بیزنس باید بشه واسه همین هم هست که در محیط پر رقابتی مثل امریکا گرفتن یک چنین تصمیماتی واقعا میتونه اثر خیلی مهمی در موفقیت یک بیزنس بذاره ارگانیزایشن های خیلی زیادی هستن که به صورت تخصصی میان رفتار مصرف کننده ها رو مطالعه میکنن و گزارش های رو منتشر میکنن که خب بعضا شما ممکنه بهای زیادی هم بخوای برای خریداری اونها پرداخت بکنی تا بفهمی که چه پارامترهایی مثلا در این صنعت خاص برای مشتری ها اثر مثلا بهتون بگم یک سازمانی به نام سازمان ملی غذا رستوران وجود داره که اینها بررسیایی میکنن مثلا در یک گزارش های سال 2014 شون که من داشتم میخوندم اومده بودن بررسی کرده بودن که چند درصد از مشتریان براشون مهم هست که شما در منوی رستورانت یک گزینه غذایی سالم یا با کیفیت بالاتر داشته باشی و جمعبندی این بود که 76 درصد از در مشتریان در حال حاضر ترجیح میدن که یک غذایی با کیفیت بهتر در منوی رستوران وجود داشته باشه یعنی اگه بین دو تا رستوران بخوان انتخاب کنن و همه چیز برابر باشه رستورانی که یه گزینه غذایی به استراحتی یا با کیفیت بهتر در منوش وجود داره رو 76 درصد افراد انتخاب میکنن یا مثلا همین گزارش اومده بود گفته بود که این درصد بین خانم ها 81 درصده و بین آقایون 69 درصده خب اگه کسی بخواد رستورانی بزنه که بیشتر خانوم ها به اون مراجعه میکنن بنابراین میشه از یه چنین گزارشی برداشت کرد که باید بیشتر حواسش به این باشه که اون گزینه های سالم در منوی غذاش وجود داشته باشه یا مثلا همین گزارش گفته بود که این حساسیت در کسایی که بین رده سنی 18 تا 34 سال هستن باید به نسبت به نسبت بقیه گروه های سنی بیشتر هستش بنابراین دونستن یک چنین اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه به این که بیزنس ما شانس موفقیتش بالا بره شاید هم واسه همینه که باز یکی از دلایلی که باعث میشه ما سراغ فرانچایز ها بریم این هستش به خاطر اینکه فرانچایز ها با داشتن شعبه های زیادتر و درآمد بیشتر بودجه بیشتری رو میتونن خرج واحد تحقیق و توسعهشون بکنن و به یک چنین گزارشاتی دسترسی پیدا بکنن و بهش یه چنین تصمیمات استراتژیکی رو بگیرن برای اون برندشون که رو چه چیزی باید در این برند سرمایه گذاری بشه شما دیدید که در همون مثال منچیز توضیحی که دوستان میدادن چه جوری بود در مورد اینکه اون واحد تحقیق و توسعه چقدر محصولات مختلفی رو اومده درست کرده و چقدر قابل هست در پیدا کردن و به وجود آوردن ای یک طعم جدید و خلاصه یه چنین قابلیت هایی واقعا در موقعی که شما یه رستورانی رو به تنهایی میخواید باز کنید اونم در محیطی که واقعا اینقدر رقابتی هست خب میتونه شانس موفقیت رو خیلی پایین بیاره پس یه جنبندی اگر بخوام بکنم موقعی که میخوام یه بیزنسی رو ما طراحی بکنیم یه جوری باید گفتش که یک مهندسی باید روی ارکان مختلف اون بیزنس صورت بگیره اون بیزنس باید ارکان مختلفش واقعا طراحی بشن و میشه گفتش به اون طراحی یه جوری از مشتری شروع میشه همیشه میگن که ما نمیتونیم برای همه کس همه چیز باشیم ما باید تو بیزنسمون تصمیم بگیریم که برای چه کسانی چی باشیم واقعا و همه چیز طراحی اون بیزنس از اونجا شروع میشه اینکه یه گروه مشخصی از مشتریا رو انتخاب میکنیم تصمیم میگیریم ما به اونها سرویس بدیم و بعد ارکان مختلف هدف بیزنسمون رو میچینیم میایم و همه تصمیمات رو جوری میگیریم که منابعمون رو به صورت بهینه در راستای رسیدن به اون هدف طراحی بکنیم و بچینیم کنار هم دیگه مثلا فرض کنیم باز یه مثال دیگه ای که بخوام بزنم برای کسایی که میخوان توی یه شهر مشخصی یه فرانچایز بخرن مثلا یکی بررسی هایی که همیشه صورت میگیره این هستش که حالا بیایم ببینیم در اون شهر خاصی که این افراد میخوان برن به صلاح خصوصیات دموگرافی که افراد چجوری هستش از نظر سنی چه تقسیم بندی هست آیا این شهر آدم های پیر توش هستن یا اینکه که بیشتر زندگی میکنن سطح تحصیلاتشون چطور هستش دام. ام میزانه مثلا برای بیزنس هایی که مربوط به بیزنس های اتومبیل هست همیشه این داده بررسی میشه که چقدر متوسط روزانه رانندگی افراد هست در این محل و این بررسی ها میرسه به اونجا که خب حالا ببینیم که مثلا برای کسی که میخواد بیزنس فرانچایز بخره حالا ببینیم کدوم یکی این فرانچایز ها واقعا مچ میشن با این ناحیه خاصی که ما میخوایم یک بیزنسی رو توش بذاریم و این بررسی های هستش که کمک میکنه که یک انتخاب درستی صورت بگیره در مورد حالا بیزنس خودمون هم باید از همین نوع بررسی ها شروع بکنیم و بعد ریز ریز تصمیماتی که میخوایم بگیریم رو با اون همراستا بکنیم حالا در این اینکه این مبحث رو باز کردم این هستش که دوست دارم در قسمت بعد که میخوام راجع به انواع رستوران ها با صحبت کنم این مسئله رو مد نظر داشته باشین که همین نوع دیدگاه که میخواستن یه تمرکزی در بیزنس وجود داشته باشه چجوری باعث شده که یه جوری یه گروه بندی خاصی در بیزنس های رستوران به وجود بیاد که باعث بشه که اینها تفاوت با هم داشته باشن و یه سری خصوصیاتی هم در عین حال بین گروه هر کدوم این گروه ها رستوران هایی که در هر کدوم این گروه ها واقع شده مشترک باشه بینشون یه استرات کوتاهی میکنیم و برمیگردیم تا من راجع به انواع رستوران ها با صحبت کنم و اما برسیم به انواع رستوران هایی که وجود دارم خب طبق بندی های مختلفی میشه در مورد اینکه چه انواع رستوران های وجود دارن بر اساس پارامتر های مختلف اما طبقه بندی که من میخوام در موردش صحبت بکنم طبق بندی هستش که بر اساس کدبندی صنایع در شمال امریکا اینجوری در واقع طبقه بندی شدن رستوران های طبقه بندی هست به نام نیس دوستانی که آشنا هستن با سیستم طبقه بندی صنایع میدونن که در کشور خودمون ایران طبقه بندی به نام آیسیک داریم که اگر که شما میخوای در هر گروهی بدونی که مثلا فرض کن چقدر تولید وجود داشته در این گروه صنایع باید به اداره آمار مراجعه بکنی اون کد آیسیکش رو نگاه کنی و آمار مربوطش رو پیدا بکنید در کشور امریکا به طور مشابه کد نیس هست که شما به اداره آمار مراجعه میکنی و اون کد نیس رو یه کد شش رقمی رو که مربوط هست به اون صنعتی که داری بررسی میکنی حالا یا به اون نوع بیزنس گروهی که به حال میخوای راجبش اطلاعات کسب کنی با استفاده از اون کد به داخل آمار میری و میبینی که حالا مثلا چقدر تولید داشتن یا چقدر چه تعداد واحد از اون وجود داره یا خلاصه اطلاعات رو از اونجا به دست میاری این طبقه مندی اومده گروه رستوران ها رو به دو تا دسته بزرگ طبقه بندی کرده گروه رستوران های تمام سرویس یا به صلاح به انگلیسی فول سرویس بهش گفته میشه و رستوران های گروه رستوران های سرویس محدود یا limited سرویس که این تعریف به این صورته که رستوران های تمام سرویس رستوران های دونسته میشه که شما وقتی وارد اون رستوران میشید همون اول میرید سر میز میشینید گارسون به سراغ شما میاد از روی منویی که وجود داره سفارش میدین و بعد از اینکه غذا رو برای شما آوردن و رو میل کردین پولش رو پرداخت میکنید از طرف دیگه رستوران های سرویس محدود رستوران هایی هستن که شما همون اول که وارد رستوران میشین باید به پشت کانتر برین بر اساس منویی که معمولا جلوی شما روی دیوار آویزون شده غذاتون رو سفارش بدین و بعد به سر میز برین تا غذاتون رو بیارن یا بگیرید ببرید خونه مصرف کنید یا به هر حال این نکته هستش که گروه بندی این دوتا گروه رو از همدیگه متفاوت میکنه اینکه اول برین سفارش بدین سر میز بشین, غذا بخورین پول بدین یا اینکه اول سفارش می که میدین پولش رو بدین غذا رو بگیریم و بعد بیارین سر میز و مصرف بکنین و اما هر کدوم از این دو گروه خودشون به یه سری زیر گروه های تقسیم میشن گروه رستوران های تمام سرویس به سه تا گروه اصلی تقسیم بندی میشه که اولین گروهش گروه فاین داینینگ هست یا اگه بخوایم ترجمهش بکنیم شاید بشه بهش گفت غذاخوری خوب مثلا این رستوران ها میشه گفت رستوران هایی هستن که در اونها شیکترین محیط و مجللترین محیط دیده میشه قیمت غذاها بالاترین قیمت هستش و اکثر کسانی که در این رستوران ها کار میکنند آموزش دیدن سرآشپزها ها بسیار بسیار حرفه ای هستن هستند برای کسایی که به صلا در زمینه آشپزی کار میکنن و آموزش میبینن خیلی اعتبار حساب میشه اگر که بتونن در رستوران های در آشپزخانه های رستوران های فاین کار کنن این یه تجربه خیلی با ارزشیه خاطرم هست دوستی تعریف میکرد که آشپزی خونده بود تعریف میکرد که مدت ها حاضر هستن آشپزها که در این نوع رستوران ها مجانی کار کنن تا شاید یه جای خالی براشون باز بشه و بتونن تجربه ای پیدا بکنن چون میگم خیلی میتونه باعث موفقیتشون بشه گارسون ها به همین نفع تحصیل کرده هستن آشنا هستن با انواع غذا انواع نوشیدنی و میتونن ات خیلی خوبی رو به مشتریا بدن سطح سرویس در این رستوران ها بسیار بالاست دکوراسیون ها خیلی خوبه و همین مسائل باعث میشه که مشتری ها جلب بشن که خب کمتر به اون قیمت غذا حساس هستن پیرو اون بحثی که حالا با هم دیگه داشتین یکی از شاید بشه گفت معروف ترین فرانچایز هایی که در زمره فرانچایز های فاین وجود دارن رستورانی هست به نام خانه استیک روتس کریس اگر که به وبسایت این فرانچایز مراجعه بکنید خیلی جالب هست مثلا مقالاتی که اونجا گذاشته شده مثلا فرض کنید عنوان مقاله این هست که کدام نوع استیک با شخصیت شما همخوانی بیشتری دارد یا نحوه پخت یک استیک خیلی خوب چیه یا اینکه مثلا چجوری ممکنه یک جلسه یک کاری موفقی رو بتونید در یک رستوران شیک برگزار بکنید یا به هر حال همه مقالات همه عکس ها و چیزهایی که مدام داره به شما القا میکنه که اینجا یک غذای خیلی خوبی رو خواهید خورد و یک تجربه بسیار خوبی رو از سرویس خیلی خوب خواهید داشت و هیچ گونه صحبتی از قیمت و تخفیف و اینجور چیزها در وبسایت یه چین فرانچایزی نمی بینید و این همون بحثی هستش که در قسمت قبل خدمتون گفتم که مهم اینه که ببینیم مشتریایی که به این نوع رستوران میان چی براشون مهمه و حالا همه فعالیت همون رو متمرکز کنیم که توجه این مشتری ها رو بخوایم جلب بکنیم میشه گفت یکی از مهمترین چالش هایی که این نوع بیزنس ها باش مواجه هستن این هستش که ببینیم در شرایط بد اقتصادی چه بلایی سرشون میاد در حال وقتی که شما یه غذای گرونی رو میدی اگر که افراد وضع اقتصادیشون بد بشه حال کمتر به این نوع رستوران ها مواجه، مراجعه میکنن ضمن اینکه به هیچ وجه هم شما نمیتونی از کیفیت غذا یا کیفیت سرویس دهی رستوران کم بکنی و میشه گفتش که این خب مهم مهمترین چالششون هستش و اما گروه دوم رستوران هایی که در این رده قرار دارن رستوران هایی هستن که به نام کژوال داینینگ شناخته میشن یا اگه بخوایم ترجمه بکنیم شاید بگیم غذاخوری ریلکس مثلا این رستوران ها همون از جمله رستوران های تمام سرویس هستن که گارسون سر میز میاد سرویس رو میگیره اما اونقدر دیگه حالا با کلاس و تجملاتی این رستوران ها نیستن قیمت غذاها به نسبت پایین تره و یه مقدار هم آزادی عمل دارن از این جهت که میتونن حالا غذاهای متنوعی رو ارائه بکنن مثلا بچه ها راحت تر به این نوع رستوران ها میان تو اون رستوران فاین داینین خب یه مقداری سخت هست در اون فضای خیلی شیک حالا بچه بخواد بیاد این رستوران ها از این جهت راحت تره افراد وقتی میخوان نیاز نداره حالا یه لباس خیلی شیک بپوشن با همون شلوار هم میتونن برن یه رستوران فست کژوال بشینن غذا بخورن و رستورانی مثلا مثل کالیفرنیا پیزا کیچن جزو فرانچایز هایی هستش که در این رده قرار میگیره البته کالیفرنیا پیزا کیچن در داخل امریکا فرانچایز نمیفروشه اما به صورت بین المللی یعنی وقتی از امریکا خارج شده دیگه به صورت فرانچایز حالا البته به افراد خاصی این امتیازش رو واگذار میکنه این رستوران‌ها رستوران ها خب همیشه این چالش رو دارن که بتونن با رستوران های مختلف رقابت کنن چون از یه طرف با رستوران های فاین داینی باید رقابت بکنن که به هر حال غذا و سرویس بهتری رو به مشتری میدن و از طرف دیگه هم رستوران های فست کژوال دارن که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد و این رقابت هستش که همیشه برای اینها یک موضوع سختی هست شما دقیقاً بدونن که کجا باید وایسن کجا این تیف باید وایسن تا بتونن موفق بشن و اما گروه زیر گروه سومی هم وجود داره به نام فاین داینینگ که یه جوری میشه گفت دقیقا وسط طیفه ببخشید رستوران فامیلی داینینگ که میشه گفت وسط طیفه حالا فاین داینینگ و کژوال داینینگ قرار میگیره و از همه جهت یه جوری بین این دو تا هر رستوران مثل دنیز که جز فرانچایز های بزرگ هست در این رده قرار میگیرن و ما برسیم به رستوران هایی که به صورت سرویس محدود هستن یا لیمیتد سرویس هستن اینا رستوران ها خب به دو دسته اصلی تقسیم میشن یه سناهی فست فود و فست کژوال خب فست فود ها برای خیلی شناخته شده هستن رستوران هایی که عمده تمرکزشون بر این هستش که یه غذایی رو با قیمت ارزون و سرویس سریع بتونن به دست مشتری برسونن و میشه گفت که ارزون ترین غذاهایی که گیر هر کسی میاد برای خوردن در رستوران های فود هست به حال این رستوران ها به هیچ عنوان دکوراسیون خاصی ندارن همه چی خیلی ساده هست و همه چیز از اینه که بتونه یه غذایی رو ارزون به دست مشتری برسونه اگه به وبسایت یا سری این رستوران ها مراجعه بکنین و یه چرخی بزنین مثلا مثل فرانچایز دومینوز میبینید که همون صفحه اول حرف از تخفیف و قیمت ارزون و پکیج مناسب و این چیزاست یعنی تمام باز همون پس استراتژی یا تمرکز رو باز اینجا هم داریم تمام اجزای این بیزنس داره حرف از این میزنه که من میتونم یه غذایی رو ارزون به دست شما برسونم و برای خب خیلی از کسایی که میخوان یه غذایی رو با قیمت مناسب بخرن میتونه جذابیت ایجاد بکنه و اما گروه دومی که بهش اشاره کردم رستوران های فست کژوال هستن رستوران هایی که در عین حال که دارن سعی میکنن غذا رو با همون سرعت رستوران های فست فود به دست مشتری برسونن اما تمام تلاششون اینه که بگن غذای با کیفیت تری رو دارن میدن و از مواد اولیه بهتری دارن اون غذاها رو تهیه میکنن میشه گفتش که خط تمایز کاملا مشخصی وجود نداره که بگیم دقیقا اینجا میشه فست فود اینجا میشه فست کژوال مخصوصا اینکه رستوران‌های فست کژوال تونستن یک تصویری رو در ذهن افراد به وجود بیارن که ما داریم غذای با کیفیت تری رو با قیمت مناسب ارائه میکنیم و همین مثلا باعث شده که خیلی از رستوران‌ها سعی کنن بگن ما فست کژوال هستیم و غذای با کیفیت تری رو داریم میدیم اتفاقا اخیرا روزنامه واشنگتن پست یه مقاله ای رو منتشر کرده بود که نشون میداد از سال 1999 تا الان رده رستوران های فست کژوال یه چیزی حدود 550 درصد رشد داشتن که این بیش از ده برابر نرخ رشد رستوران های فست فود هستش اگرچه خب حجم کل بازار هنوز کوچیک هست نسبت به رستوران های فست فود ولی به هر حال این نرخ رشد بالاتر یه جوری باعث میشه که وقتی که یه نفری میخواد به سرمایه گذاری در یه رستوران حالا لیمیتد سرویس فکر بکنه همیشه برها توصیه میشه که این گروه رستوران های فست کژوال رو هم مد نظر داشته باشن خب البته این بندی که حالا یه مقدار راجبش صحبت کردم میشه گفت گفتم بهتون با تقسیم بندی های مختلفی هم قابل نگاه کردن هست ولی به هر با این تقسیم بندی کلی من فکر میکنم یه دیدی گرفتین از انواع رستوران هایی که وجود دارن و حالا دفعه بعد که با هم میریم و یکی رستوران فرانچایز خیلی معروف رو با هم دیگه خواهیم دید دوست دارم ازتون بپرسم که این رستورانی که ما هم میبینیم رو جزء کدوم یکی از این گروه ها طبق بندی میکنی. <applause> به پایان قسمت دیگه از برنامه دنیای فرانچایز ها رسیدیم. دوستم این قسمت رو هم مشابه هر دفعه با یه جمله الهام بخش به پایان برسونم. اپرا وینفری میگه که بزرگترین و با ترین تصویری که میتونی از خودت در زندگی بسازی برای خودت ایجاد بکن در ذهن خودت به این دلیل که همه ما در نهایت اون چیزی خواهیم شد که بتونیم در مورد خودمون باور کنیم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم